سلام مخاطبان عزیز، در این فیلم سوالات امتحانی پایه 12 رشته علوم انسانی رو مربوط به فصل آمار و احتمال، قسمت احتمالش رو حل میکنیم، بعد در فیلم های دیگری ادامه این آزمون رو حل میکنیم. البته آموزش کامل مباحث بر مبنای کتاب درسی به همراه تمرینات تکمیلی و سوالات امتحانی میتونید در سایت از صفحه رشته علوم انسانی دانلود کنید. تست های کتاب آبی قلمچی هم حل شده. جاهای خالی را به عبارت مناسب پر کنید. در یک مجموعه ان عضوی تعداد زیر مجموعه های آر عضوی را از فرمول جای خالی به دست می آوریم. مثلا اگر شما در نظر بگیرید یه مجموعه سه عضوی، 2B3، مثلا می خواهیم تعداد زیر مجموعه های دو عضوی، یک عضوی، مثلا یک عضوی، چند تا یک عضوی داره؟ سه تا زیر مجموعه یک عضوی داره. مجموعه های شامله هر کدوم از اعضا. زیر مجموعه دو عضویش هم بنویسیم. 2B B2 نه، 2B با B2 که فرقی نداره. زیر مجموعه فقط باید از اعضای جدید، یکی از اعضای مثلا این دو هست، اون یکی بشه 3. وگرنه جا به جایی که توی زیر مجموعه تأثیری نداره. 3 و 2 همون 2 و 3 و B و 3. یه زیر مجموعه هم که خودش هست، یه دونم توهی. 8 کلن زیر مجموعه داره. 2 به توان تعداد اعضا میشه تعداد زیر مجموعه های یک مجموعه 3 عضوی. برای n عضوی میشه 2 به توان n. اما ما تعداد زیر مجموعه های مثلا یک عضوی رو بخوایم باید چی کار کنیم؟ فرمول داریم ترکیب، یعنی میگیم ترکیب 1 از 3. به این صورت هم ترکیب رو نشون میده. یعنی یه دونه از این اعضا رو برداریم، تشکیل یه زیر مجموعه یک عضوی میده. 3 فاکتوریل 3 منهای 1 فاکتوریل که میشه 3 فاکتوریل به روی 2 فاکتوریل. همینجا بگم که این فیلم برای دانش آموزان رشته ریاضی، فیزیک و علوم تجربی هم کاملا نه تنها قابل استفاده است، بلکه لازمه. همه این مباحث و دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک توی آمار و احتمالشون تو مقدماتش دارن، حتی تو پایه‌های پایین‌تر 10 و دانش آموزان رشته علوم تجربی هم تو کتاب ریاضیشون دارن. اما برای زیر مجموعه های دو عضوی C ترکیب 2 از 3، باز میرسیم به همون عدد 3. چرا؟ به خاطر اینکه میشه 3 فاکتوری به روی 3 منهای 2 فاکتوریل به روی 2 فاکتوریل. اینجا هم 3 منهای 1 فاکتوریل، 1 فاکتوریل رو ننوشتیم. ترکیب اینجوریه. فرمول ترکیب چیه؟ ترکیب R از N، N فاکتوریل، N منهای R فاکتوریل، R فاکتوریل. ترتیب چیه؟ ترتیب اهمیت داره، ترکیب اهمیت نداره جا به جایی. برای همین ترتیب بزرگتری، عدد بزرگتری داریم. میرسیم بهش.
اما اینجا اگر بخوایم بگیم در یک مجموعه N عضوی تعداد دیر مجموعه R عضوی از چه فرمولی به دست میاد؟ ترکیبه. مثلا الان میگیم ترکیب 2 از 3 دیر مجموعه 2 عضوی، فرقی نمیکنه اون دو تا عضوی که بر میداریم اهمیت نداره کدومش اول برداشته میشه، B یا 2، 2 اول نوشته میشه یا B، مهم اونه که چه ترکیبی، چند ترکیب دوتایی میتونیم این سه عضو داشته باشیم که میشود 3. پس جای خالی چی بنویسیم؟ به صورت فارسی نه، به صورت فرمولی مینویسیم. مینویسیم سی آر از ان. فارسیش خونده میشه ترکیب آر از ان. احتمال وقوع هر پیش آمد حداقل صفره، حداکثر یکه. میگید آقای رضایی اگر یک باشه که یعنی حتما اتفاق میفته، اگر صفرم باشه یعنی قطعا اتفاق نمیفته، اون وقت یعنی اینکه پیش آمد نیست. پیش آمد تصادفی رو ما قطعا نمیدونیم نتیجه چی میشه به صورت قطعی، اما یکی از اون حالت هایی که اتفاق میفته، یکی این هستش که اصلا اتفاق نیفته، یکی این هستش که حتما اتفاق میفته. مثلا یه سکه رو میندازیم، قطعا یا رو میاد یا پشت میاد، این پیش آمده. برآمد رو با پیش آمد یکی ندونید. درسته هر برآمدی یک پیش آمدی میتونه حساب بشه، اما پیش آمد تعریفش اینه، هر زیر مجموعه ای از مجموعه پیش آمدهای یا برآمدهایی که تک تک در نظر گرفته میشه. مثلا یه سکه برآمدش رو و پشته، اما پیش آمده ای که تعریف میکنیم براش چیه؟ این اسه، مجموعه برآمدها. وقتی یه سکه رو میندادیم، هر زیر مجموعه از اس میشود پیش آمد و توهی هم از جمله اونه. ممکنه دانش آموزان رشته ریاضی بیشتر حذف کنن، چون اونا هر چیزی رو با استدلال، البته شما دانش آموزان رشته علوم انسانی هم کم ریاضی ندارید توی بخش احتمالتون، خیلی احتمال جدی گفتم برای شما. با حروف کلمه مهستان و بدون تکرار حروف چند کلمه چهار حرفی میتوان نوشت؟ اتفاقا این امتحان سطحش جوری هستش که میتونیم بگیم خیلی نزدیک هستش به اون چیزی که تو کنکور، البته بجز 1400 که استاندارد نبود، میتونه به عنوان سوال در نظر گرفته بشه نسبت به کنکور 99 مثلا. چند کلمه چهار حرفی؟ چهار حرفی ببینید، اول مهستان، میم، ه، س، ا، الف، نون. میبینید حروف تکراری نداره، اهمیت داره. اگر داشت اون وقت باید تقسیم بره، مثلا اگه دو تا حرف داشت تقسیم بره دو فاکتوریه، چون جا به جایی مثلا دو تا الف فرقی نمیکن. حالا میریم چهار تا جای خالی میذاریم. چند کلمه چهار حرفی؟ میگیم اینجا 6 تا میتونه قرار بگیره، اینجا 5 تا، اینجا 4 تا، اینجا 3 تا. کلمه با معنی یا غیر معنی دارش مهم نیست. مثلا هست ما، هست ما، این یکی اون کلماتی هستش که از 30 تا 12 تا 360، یکی همون 360 هست. آقای رضایی میشه ترکیبم برید، ترتیبم برید اون فرمول هم ما ببینیم استفاده کنیم؟ خب این اضافه است داره میگیم. میگیم اولا که ما چهار حرفی باید بسازیم، پس چهار تا از 6 تا رو برمیداریم. ترکیب چرا گذاشتیم؟ خب یه دقیقه گوش بدید، این چهار تا از 6 تا رو برمیداریم، بعد میریم دفتر 4 فاکتوریل میکنیم. یه بار دیگه
میایم 4 تا از اینا رو برمیداریم، میگه فرقی هم نمیکنه کدوم اول برداشتیم، ترکیب 4 از 6. بعد میریم زبدر 4 فاکتوریال میکنیم. چرا؟ چون اون 4 تایی که برداشتیم، مثلا اینو 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 این، این یکی از اون ترکیب 6 از 4 میشه 6 5 تا 30 تا، یکی از اون 30 تا حالته. خب بعد میریم دفتر بیست و چهار میکنیم. اینجا که جوابش فرق کرد، شد 0 3 4 12 720. کجا اشتباه کردیم؟ اینجا اشتباه کردیم. 12 دفتر 30 360 6 5 تا 30 تا. الان میگید آقای رضایی کجا اشتباه کرده؟ من صبر میکنم تا خودتون بگید. بله اینجا ترکیب 4 از 6 تقسیم بر 2 رو نداشتیم و باید بتونید از راه حل های مختلف اثبات کنید اون چیزی که به دست میارید. 20 تا 15 تا 300 تا 4 تا 15 تا، اینم 360. مخصوصا میدارم باشه تا این بیدقتی ها حتما شما در نظر بگیرید. من جوابا رو مطمئنم درسته چون چک میکنم، فقط میخوام اینا باشه تا بدونی چه اشتباهاتی ممکنه شما هم انجام بدید. پس قسمت الف رو حل کردیم. چند کلمه 3 حرفی میتوان نوشت که با حرف سین شروع بشه؟ این 3 تا جای خالی برای کلمه 3 حرفی. این سین رو میذاریم اینجا و این نون رو میذاریم اینجا. تکلیف اول آخر مشخص، این وسط چند تا حرف میمونه قرار میتونه بگیره؟ چند تا حرف داشتیم؟ میم، ه، س، سین. خب این خط میخوره، نونم خط میخوره، یک کدوم از این 4 تا داشتیم بادم بیدقتی میکردیم. این ببینیم تمیز نوشتم، میگن تو ریاضی همیت داره اینه. خب الان همه چیزو بلد هست طرف، بعد این الف رو نمیبینه، میذاره اینجا چند؟ 3. در صورتی که بعد بذاره چند؟ 4. حالا میگه 4 ضرب در 3 ضرب در چی؟ این 4 رو اینجا نمیذاره، این زیر، چون اینجا داخل حروف رو قرار دادیم، پایین حالت ها رو قرار میدیم. اول و آخرش مشخصه، یعنی یه حالت میشه 4. حالا این میتونه به عنوان یه سوال احتمال مطرح بشه. آقا احتمال اینکه کلمه ای با حرف سین شروع با نون ختم، یه کلمه 3 حرفی، میگیم تعداد حالت هایی که کل کلمات 3 حرفی میشه 6 ضرب در 5 ضرب در 4، درست؟ احتمال اینکه با سین شروع بشه با نون خط بشه از تعداد حالت های مطلوب که همون با سین شروع بشه با نون خط بشه هست تقسیم بر کل که می شود 1/3. برای همین مقدمه احتمال شمارشه تا یه نفر بدونه چه تعداد حالت مطلوب و چه تعداد کل حالات رو داره که بتونه احتمال رو حساب کنه. در یک پرواز داخلی 4 صندلی خالی، احتمال خیلی شیرینه به شرط اینکه یک نفر سعی کنه از راه‌های مختلف دلایل اینکه این فرمول استفاده میشه، از جایگاه استفاده کنه، از ترتیب استفاده کنه، بتونه تحلیل کنه. در یک پرواز داخلی 4 صندلی خالی در هواپیما، همیشه تو ریاضی و فیزیک، البته دانش آموزان انسانی که فیزیک ندارن،
اما تو مسائل ریاضی یه شکلی رسم میکنیم، حتی برای اونایی که اصلا نیازی به شکل نمیبینیم. چهار تا صندلی در هواپیما هست، این چهار تا. نه نفر در مدل سازی ساده میکنیم، میخوان بیان در فهرست انتظار قرار دادن. به چند طریق از بین آنها چهار نفر انتخاب کرد به طوری که ترتیب انتخاب این افراد مهم باشد. بیاییم مسئله رو برای خودمون شبیه سازی کنیم. ما جزو یکی از این نه نفریم. تو فیزیک خیلی کمک میکنه این شبیه سازی رو. مثلا وقتی میگن که چون دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی هم داره این فیلم رو میبینن، براشون این خیلی کمک کننده است. مثلا تو فیزیک میگن که آقا یه جسمیه، این 20 نیوتن اینجوری بهش وارد کنیم، یعنی هولش بدیم، یا 20 نیوتن اینجوری بکشیمش، فرقی میکنه یا نمیکنه؟ خودتون رو بذارید جای این جعبه یا خودتون رو بذارید جای این فردی که اینجاست؟ فکر کنم جای این فرده بذاریم راحت تریم. کدوم رو دوست دارید جای کدوم یکی باشید؟ اینجوری داره فشار میده به سطح یا اینی که داره میکشه؟ این راحت تره کارش. این داره به نیروی استحکاک اضافه میکنه. نیروی استحکاک اکتومده سطح هم تأثیر میذاره. یه نیروی وزنش داره MG، یه مؤلفه عمودی هم اینجا داره. خلاصه این که کشیدن شکل کمک میکنه. بریم سراغ ادامش. شما جزو این 9 نفری قراره بیاید روی این صندلی ها بشینید. فرض کنید این هواپیما باشه، داخل راهروی هواپیما. ببینید من خیلی نقاشیم خوب نیست، ادعایی هم ندارم. شبیه پرنده شده. خب یه خورده بهترم میتونم بکشم البته. کنم همون اولی بهتر بود. این هواپیما مونه، اینم بالهاشه. فرض کنید این صندلی ها اینجوریه، 1 2 3 4. من میخوام دم پنجره بشینم، این مثلا اینجاست. یکی هم دوست نداره این وسط باشه، یکی هم میخواد نزدیکتر باشه، اون یکی هم میخواد دمه همین راه رو باشه، سریع بخواد بره هی برگرده این راحت تر باشه مثلا یا مقداری. خب فرق میکنه جاشون دیگه. 9 نفر قراره اینجا بشینن. چه جایی اشتایی داریم؟ 9 8 7 6. مهمه براشون ترتیب. میتونیم از فرمول جایگش بریم به این صورت، میتونیم از فرمول ترتیب بریم. ترتیب 4 4 نفر از 9 نفر، 4 تا صندلی 4 نفر، 9 فاکتوریل به روی 4 فاکتوریل، 9 منهای 4 فاکتوریل که میشود 9 فاکتوریل به روی 9 منهای 4، 5 فاکتوریه که میشه 9 ضرب در 8 ضرب در 7 ضرب در 6 به روی 5 فاکتوریه که اینجا 5 فاکتوریه داره، ساده میشن همون میبسیم. ترتیب انتخاب این افراد مهم نباشن. پس اینجا مهم بود، اما فقط الان مهمه چه ترتیب کیبی از این 9 نفر انتخاب بشن. میگن آقا بری روی این صندلی بشینید، براشون مهم نیست کدوم اول اینا باشن، اینجا مهم بود. پس تعداد حالت ها کمتر میشه. فقط اینجا ما میخواییم بدونیم مثلا اینجا 9 نفر هستن، حسن و حسین و علی و احمد با هم توافق کردن، فقط ما انتخاب بشیم، مهم برامون همینه دیگه. توی این قسمت که صندلی هامون چیا باشه، اگر مهم باشه به نظرتون چقدر فرق میکنه؟ 24 برابر میشه دیگه، چون اینا هر ترکیب
چهارتایی ترتیب 24 تایی داره. خب حالا بریم سراغ اون، میشه 9. اینجوری بنویسیم 9 ترکیب 4 از 9 مساوی 9 فاکتوریل، 9 منهای 4 فاکتوریل. میبینی یه تقسیم برای 4 فاکتوریل میشه به خاطر همون جایگشتهی که این ترکیب 4 تایی میتونن ایجاد کنن که برامون اهمیت نداره. همین عددی که به دست آوردیم تقسیم برای 24 کنیم، یعنی این 72 میشه 3، بنابراین 21 ضرب در 6 عددش رو دیگه شما به دست بیاریم. ما اینجا فقط یه مروری داریم بر روی مسائل. خانواده 4 فرزند داره. پیش آمده آن که فرزند اول و سوم آنها پسر باشد را بنویسید. پیش آمد رو بنویسید، خود پیش آمد رو میخواد. اگر میخواستیم اس رو بنویسیم که مجموعه برآمدها یا حالتهای ممکن باشه، میشد چهارتایی. یعنی باید مینوشتیم مثلا پسر 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 دختر. بعد حالا همین یه دونه دختر میتونه دختر آخر نباشه، دختر اول باشه، فرزند اول دختر باشه. بعد 4 تا اینجوری، یعنی 4 تا حالت داریم، یه دختر. بعد 2 تا پسر 2 تا دختر، حالتاشو بنویسیم. بعد 3 تا دختر. کلن چند تا حالت میشه این اسمون؟ 2 ضرب در 2 ضرب در 2 ضرب در 2. 4 تا جای خالی داریم به عنوان 4 تا جا برای جایگاه فرزند اول و دوم و سوم و چهارم که هر کدوم از جنسیت های پسر و دختر میتونن قرار بگیرن. 2 به توان 4 16. اما اگر فرزند اول و سوم پسر باشه، یعنی تکلیف این دوتا جایگاه مشخص، بنابراین اینجا میذاریم پسر پسر، اینجا 1 میذاریم چون حالتش مشخص شده دیگه تغییری نداریم، اینجا 2 میذاریم که میتونه دختر یا پسر باشه. میشه چی؟ 4 تا. اما به ما نگفته تعداد حالت رو حساب کنید، گفته بنویسید. وقتی میگه بنویسید یه جورایی آسان‌تره یه جورایی سخت‌تره. آسان‌تره از این جهت که جلوی چشممونه. مینویسیم پسر دختر، فرزند سومم پسر، اینم مثلا دختر. فقط یادم باشه اول و سوم از سمت چپ حساب داره میکنم اولو. بعد این پسر این پسر اینم پسر. ببینیم به 4 تا حالت میرسیم. این پسر اینم بذاریم دختر، این پسر یه حالت دیگه، پسر دختر پسر. ببینید آیا حالت دیگه ای هست؟ نه دیگه. چه حالت دیگه ای میتونه باشه؟ این دوتا تکلیفشون تو این 4 تا روشنه. بعدا یا دوتاش دختر. آه این تکراری شد، میبینید کدوم باید اینجا باید پسر بذاریم، اینجا دختر. الان درست شد. دقت کنیم که حالتا دقیق نوشته بشه، تکراری حساب نشه. اما بریم قسمت ب. ایداد بیداد بعد اون حالت قسمت دوباره می نویسیم، اشکال نداره. پس پسر چون قسمت پ مربوط بود، پ د پ د، بعد می‌داریم پ د پ پ،
یه نظمی هم داشته باشیم تو نوشتن خوبه. مثلا الان این دوتا، البته چون زیاد نیست خیلی هم مهم نیست، الان این پو پو بذاریم، دو دو گذاشیم، دو پو گذاشیم، حالا پو دو بذاریم و توی آخری چی کار کنیم؟ هر چهار تا په. تو قبلی هم همچین کار کردیم، چهار تا په. خب الان که به نظرمون دوتا دختر اینجا ده په اینا. این درسته. پیش آمد آن که فقط فرزندان اول و سوم آنها پسر باشند. خب من با اون چیزی که تو پاسخنامه خیلی سب نوشته مشکل دارم. ببینید وقتی میگه فقط فرزندان اول و سوم پسر باشن، اون اومده اینجوری حل کرده، پ پ د د گفته یه حالت داره، یه تفسیری هم داره دیگه براش، دیگه حتما توی پاسخنامه نمیشه فقط فرزندان اول و سوم پسر باشن، یعنی اون دوتا دیگه باید حتما دختر باشن. اما تفسیری که من دارم اینه، فقط فرزندان اول و سوم پسر باشند میتونه معنیش این باشه دقیقا فرزندان اول و سوم پسر باشند. ببین فقط تأکیدش اینه فقط فرزندان اول و سوم پسر باشند، آره. یه تأکید دیگه اینه که فقط تو باشی ها، فقط اول و سوم پسر باشه ها، اون وقت میشه چی؟ همین حالتهایی که اینجا نوشتیم. بنابراین میتونیم بگیم که البته اون تو عامیان است، این درسته، این چیزی که خیلی سب گفته این لحاظ درسته، میگه فقط فرزندان اول و سوم پسر باشه، یعنی اون دوتایی دیگه نباشن، دقیقا فرزندان اول و سوم پسر باشن. اونی که ما داره میگیم توی اصطلاح فقط فرزندان اول و سوم پسر باشن ها، این برامون مهمه اول و سوم پسر باشن، اون دو تای دیگه مهم نیست. اگه اون دو تای دیگه مهم نباشه میشه همون الف که اون عامیانه است، اون کار نداریم. تو ریاضی همین درست. احتمال رخ دادن آ و احتمال رخ دادن بی، این میشه 4/16، این میشه 1/16. سوال بعد یک سوال طولانی هست که بعیده توی امتحانی اینجوری بدن، اما توی امتحانی کلاسی چرا؟ دو تاس آبی و قرمز رو با هم پرتاب میکنیم. تاس هر کدومشون 6 تا شماره دارن. میتونه بگه دو تا تاس رنگم؟ نگه، باز اونجا اهمیت داره. فضای نمونه چه رنگو بگه چه نگه، تاس اول و دوم 6 ضرب 6 36 برآمد داریم. پیش آمد آن که هر دو تاس فرد بیان. میدونیم هر تاس 3 تا عدد فرد، 3 تا عدد زوج، 1 2 3 4 5 6 که میشه 2 4 6 3 تا زوج، 1 3 5. اگر تاس اول بخوایم فرد بیاد، یعنی 3 تا از اون 6 تا مطلوب مونه و توی مستقلا یادتونه آ اشتراک بی چی میشد؟ توی احتمال پی آ اشتراک بی، یعنی هم آ اتفاق بیفته هم بی مستقل باشن، اینه مستقل باشن، یعنی روی هم تأثیر نداره. تاس اول نتیجهش روی تاس دوم تأثیری داره؟ نه. تاس اول رو میندازیم، تاس دوم میندازیم. 3/6 ضرب 3/6 هم تاس اول هم تاس دوم فرد بیاد. ساده که کنیم میشه 1/2 ضرب 1/2 1/4. همین احتمال وجود داره که تاس هر دو زوج بیاد، اونم 1/4. یه تاس زوج بیاد تاس دیگر فرد بیاد، بله فرق میکنه. تاس اول زوج بیاد تاس دوم فرد بیاد، درسته 1/2 ضرب 1/2، اما اینجا اینجوری حساب کردیم تاس اول فرد بیاد،
تاس دوم زوج و بالعکس تاس اول زوج بیاد تاس دوم فرد. که میبینید مجموع حالت ها اینجا بود، هر دو فرد، هر دو زوج، تاس اول فرد، تاس دوم زوج، تاس اول زوج، تاس دوم فرد، همه اینا رو جمع کنیم میشه کل حالت ها، برآمد ها، احتمال یک. خارج از این حالت ها که نیست. خب قسمت ب، برخی میگن آقای رضایی مثلا مجموع بشه 10، مجموع بشه 7، اینا فرمول نداره. چرا داره؟ برید یه صفحه فرمول حفظ کنید و سر امتحان این شب اول قرب اون چیزی که آدم فقط فهمیده یادش میاد، تازه اگر یادش بیاد، چون انقدر استرس ها هست اون چیزی که عمق وجودتون رفته یادش میاد. هر دو تاست جمعش بشه 10، بیا بنویس مگه چقدر طول میکشه؟ اولا که چون 10 دیگه نه، یا از 3 6 میاد، از 4 و 6 شروع میکنی دیگه، یکی 4 باشه اون یکی باید 6 باشه دیگه، از 3 شروع کنی که اون تاس ماکسیموم 6 میشه 9 دیگه، نمیشه که 4 و 6 رو نوشی 6 و 4 رو بنویس، از 6 هم که بیشتر نداری، یه 5 و 5 هم با دقت مینویسیم تموم. حالا برید فرمول حفظ کنی، این همه فرمول کمه تو کتاب، مهم فرمول برای هر حالت خاصی حفظ کنیم. 3 36 اگر میگفت احتمال پیش آمده بی رو خواد، اینجوری می نویسیم بی مساوی با 4 و 6، 6 و 4، 5 و 5. آرم که اگر خواستید اینجا بنویسیم دیگه، دا باید حل کنیم. آ حالت ها چون زیاد هست یک 5 بعد میاد جا به جا میشه، بنویسیم همه رو ها، 3 و 1 5 و 1، بعدم باید 3 و 5 5 و 3. چند تا حالت در آوردیم؟ 3 ضرب در 3 9 که شد 1/4، 9 36 1/4. 3 تا تاس اول، 3 تا تاس دوم، دیگه چه حالت هایی هست؟ 3 و 2 9 2 4 6 3 و 5 5 و 1 نوشتیم 3 و 1 1 و 3 هم که نوشتیم، ترکیب 3 و 3 5 و 5 2 4 5. بله بعد این موقع آدم توی شمارش بیدقتی میکنه، یه ذره تومنینه کنه، میفهمه نه اون چیزایی که حساب کرده حتما توی شمارش حالت ها هم میتونه بهش برسه. پیش آمده آن که تاس آبی 3 بیاید، تاس آبی 3 بیاد، مثلا تاس اول بگیریم آبی، تو زوج مرتبی می نویسیم سی، تاس اول 3 بیاد دیگه اون تاس دوم برامون اهمیت نداره، هر چی دوست داره بیاد، یعنی 6 تا حالت. اگه می گفت فقط تاس اول 3 بیاد فرق می کرد، بله تاس دوم 3 دیگه نباید می آمد، هرچی غیر از سه. پس 6 تا حالت داریم اینجا.
بریم سراغ قسمت الف. بررسی کنید آیا آ و بی ناسازگارن. ناسازگار یعنی آ اشتراک بی توهی باشه، با مستقل فرق داره ها، اصلا ربطی به اون نداره. ناسازگار یعنی اشتراک دو پیش آمد توهیه، احتمال آ اشتراک بی صفر میشه. آیا آ و بی ناسازگارن؟ آ این بود که دو تاست فرد بیاد که نوشتیم، بی این بود که مجموع دو تاست 10 باشه. نه دیگه، الان میبینیم اشتراکش کجاست. چون یکی از اون حالتهایی که دو تاست فرد بیاد همون حالتی هستش که مجموع 10 بیاد، بنابراین اشتراک دارن. خیر، توهی نیست که ناسازگار باشن. آ و سی چی؟ آ اینه، سی هم اینه. خب این دوتا که زیرشون سبز میکشیم توی آ هست، توی سی هم هست. تاس اول سه اومده، اون یکی هم فرد اومده که باعث میشه توی آ که هر دو فرد باشه قرار داشته باشن. بله اینم هست. سه و پنج دیگه نمیست. بی و سی چی؟ بنابراین آ و سی ناسازگار نیستن، اشتراک دارن. بی و سی بی و سی نه دیگه، توی سی چیزی نداریم زوج مرتبی که مجموع 10 باشه. یا اینطوری بگیم توی بی هم چیزی نداریم که اولش 3 باشه. بله بی و سی ناسازگارن. چرا؟ چون بی اشتراک سی توهی. پیش آمدهای آ اشتراک بی و بی منهای سی را تشکیل دهید. آ اشتراک بی رو حالا میخواییم بنویسیم. اینجا مینویسم آ اشتراک بی مساوی با اونایی که هم تو آ هستن هم تو بی، 5 و 5 همین یکی بود دیگه، مجموع 10 و هر دو فرد. بی منهای سی اونایی که داخل بی هست اما داخل سی نیست، داخل سی نیست. خب اگه بی و سی ناسازگارن یعنی هر چی تو بی هست دیگه تو سی نیست. پس کل 4 و 6 رو اینجا جا نیست، اینجوری ستونی می نویسم و اینا باید افقی می نوشتم. یا بگید بی منهای سی مساوی با بی، چون بی اشتراک سی توهیه، کل بی حاصل بی منهای سی می شه. احتمال رخ دادن پیش آمدهای قسمت ب. خب آ اشتراک بی میشه یکی از 36 حالت، این پی آ اشتراک بی. اما قسمت پی بی اشتراک سی چون ان بی اشتراک سی بروی ان اس هست، این میشه 0 بروی 36 میشه 0. تعداد اعضای مجموعه توهی چقدره؟ 0. بریم سراغ سوال بعدی. اینم میذارم باشه و اصلاح نمی کنم تا بدونید بازم اشتباهی انجام دادیم. بی اشتراک سی توهی شد. اما مگه ما پی بی اشتراک سی رو می‌خواستیم حساب کنیم؟ بله اینجا حساب کردیم، این درست. اما سوال از ما چی خواسته؟ قسمت ب بی منهای سی رو خواسته. پی بی منهای سی میشه چی؟ گفتیم برابر شد با بی منهای سی با بی، بنابراین پی بی میشه ان بی به روی ان اس. این اشتباه یعنی بی دقتی، فرق داره با
بلد نبودن. از کجا ناشی میشه؟ از عجله کردن. چیکار کنیم رفع بشه؟ یه خورده آدم آرامش داشته باشه، بدون حالا هر چی نتیجه آزمون شد تلاشش رو کرده. NB به روی NS که میشه 3/36/12. البته من اعتقاد دارم حتی اگر یک نفر هولم میشه، اون هول شدنش هم به خاطر این هستش که زیاد تمرین نکرده. صفحه عقربه‌دار مقابل به 8 قسمت مساوی تقسیم شده. هر کدوم از این عددهایی که میبینید توی یه دونه این قاشها قرار گرفتن که عقربه توی هر کدوم از این قاشها به احتمال 1/8 میتونه واسه. عدد اول یا فرد، یعنی برامون فرقی نمیکنه اول یا فرد، فقط یک کدوم از این اول یا فرد باشه برامون خوبه. اول یعنی چی؟ 2, 3, 5, 7. دو تا مخصوم نرک بیشتر نداره دیگه، بیشترش هم که لازم نداریم. عدد فردم 1, 3, 5, 7 دیگه بیشترش هم لازم نداریم. این آ باشه، این بی باشه، اول بودن، فرد بودن. یا هم بذاریم اینجا، توی زبان ریاضی یا یعنی اجتماع. پی ان آ اجتماع بی چجوری حساب میشه؟ بگیم 4 و 4؟ نه، ان آ به علاوه ان بی منهای اشتراکشون. یه بار باید حساب کنیم 3 و 5 و 7 که میشه 4 و علاوه 4 منهای 3 و 5 و 7 3. آقای رضایی چرا اینقدر سختش کردی؟ میگه اول یا فرد. بیایم بگیم 1, 2, 3, 5, 7. بله، اینم تطریق شماره شد دیگه. شما رفتید تمام اعداد اول و فرد و کنار هم چیدید، از این 1 تا 8 این شد. اینم از طریق استدلال، از طریق فرمول. 5 تا از 8 تا 5 8. شما البته بعد اینجا بنویسید پی آ مساوی ان آ به روی ان اس. اینجوری باید بنویسید. با چه احتمالی عقربه روی عدد کوچکتری یا مساوی 4، یعنی 1 باشه 2 باشه 3 باشه 4 باشه مطلوب بمونه؟ 4/8 1/2. اما همه سوالا یه طرف، این سوال آخر یه خط بیشتر نیست، اما واقعا سوال خوبیه. از این جهت که من سختش میکنم، از دو راه میریم، وگه نه آدم بره جواب امتحانو ببینه و بگه بله فهمیدم. این از این جهت نه، از این جهت که ما قراره از یه راه دیگه هم حل کنیم، گفتم سوال خوبیه. خیلی خوب گوش بدیم اینو، ببینیم چی میگه. احتمال اینکه از بین 3 فرزند یک خانواده حداقل 2 نفرشان از لحاظ روزهای هفته مثل هم، حداقل تولد 2 نفرشان از لحاظ روزهای هفته، ببین نگفته تاریخ تولدشون یکی باشه ها، فقط براشون مهمه مثلا شنبه، یک شنبه، دو شنبه، از لحاظ روزهای هفته. 7 روز داریم، نه 7 فرزند. این خیلی مهم. 3 فرزند داریم، 7 روز داریم. میخواییم بدونیم حداقل 2 نفر از لحاظ روزها، مثلا اینجا بگیریم حسن و حسین و علی، این 3 فرزندن. خب شنبه تاریخ تولد حسنه، تاریخ تولد نه، روز تولد حسنه، شنبه روز تولد حسین هم هست. این مطلوبمونه. ما وقتی میخواییم مسائل احتمالی که برامون بدی هست خلاقانه تر شده با اون چیزی که مثلا 2 تا تاسو میدادیم مجموع فرق داره، یه چیز جدیدی هست، میاییم شبیه سازی میکنیم اقلا بفهمیم اون حالت مطلوب کدوم حالت هست. این یکی از اون حالت های مطلوبه. و همچنین میتونه هر 3 هم شنبه باشه، اینم مطلوبه. وقتی میگه حداقل
یعنی دست کم دو نفر سه نفرم. حالا من از شما میپرسم، هر سه اینا توی هر کدوم از روزهای هفته میتونن متولد شده باشن؟ هفتا حالت اینجا داریم که هر سه در یک روز، مثل این شنبه شنبه شنبه، یک شنبه یک شنبه یک شنبه. اما بریم سر اون حالت هایی که فقط دوتا از این سه نفر در یک روز متولد شدن. مثلا شنبه رو در نظر بگیریم. ببینید میخوایم بشماریم. پس روش اول شمردن بدون فرمول. میخوایم بشماریم. هفت روز که گفتیم هر سه. برای اون یعنی اومدیم حالتهای مطلوب رو که بود حداقل دو نفر در یک روز، تقسیم کردیم به اینکه هر سه در یک روز که شد هفتا، فقط دو نفر در یک روز، جمع این دوتا میشه. حالا فقط دو نفر در یک روز یعنی مثل این دیگه، شنبه شنبه یک شنبه. حالا به من بگید که آیا نمیتونه این شنبه بیاد برای علی قرار بگیره و حسن، خب یه شنبه برای حسین؟ پس هر دوتایی از این هفته رو در نظر بگیریم از روزها، پس چی شد؟ شنبه و یک شنبه دو روز از این هفت روزه در نظر میگیریم. بعد میاد جایگشت. جایگشت چی؟ سه فاکتوریل تقسیم بر دو فاکتوریل. چرا؟ چون شنبه و شنبه جا به جا با هم بشن که همون شنبه و شنبه است دیگه، ترکیب جدید ایجاد نکرده دیگه. شنبه حسن، شنبه حسین، جا به جایشون تأثیر نداره که، هر دو شنبه. دو تا از هفته هم یعنی ترکیب دو از هفت، مثلا الان شنبه و یک شنبه است، مثلا اگه قرار بشه یه ترکیب دیگه شنبه و دو شنبه. این الان به ما فقط دو روز، دو نفر در یک روز رو میده، میشه هفت فاکتوریل به روی دو فاکتوریل ضرب در پنج فاکتوریل ضرب در سه، که میشود هفت ضرب در شیش تقسیم بر دو ضرب در سه، که میشه 21 ضرب در سه 63. ببینیم درست حل کردیم تا اینجاش. 72 + 7 + 6 به نظر درست میاد، میشه 70 به روی 7 ضرب در 7 ضرب در 7. هر کدوم این سه نفر میتونن در هر روز هفته متولد شده باشن، که اگر ساده کنیم میشود 10 49. اما نکته ای که وجود داره اینه، ما اینو الان در آوردیم 10 49، به نظرمونم درست میاد. اما بریم از راهی که کتاب حل کرده برسیم به یه جوابی، بعد برگردیم اینجا. اینو داشتیم اینجا، من راه کتابو اینجا کوچیک بنویسم. راه کتاب اومده از احتمال مکمل یا متمم، فرقی نمیکنه، هر دو طرف کار میبره استفاده کرده. میگه چون گفته حداقل دو نفر در یک روز متولد، روز تولدشون یکسان باشه، میتونیم بگیم کل حالتا که هفته ضرب در هفته ضرب در هفته در نظر بگیریم، از این کل نامطلوبمون که این هست هر سه روزهای تولدشون متفاوت باشه رو کم کنیم. هفته ضرب در شیشه ضرب در پنجه دیگه. نفر اول مثلا حسن هر روز هفته باشه دیگه، نفر دوم حسین اون روز نباشه، 6 تا برش برسه. بعد این میشه تعداد مطلوب، درست؟ بعدا میتونیم حساب کنیم. برای اینکه این راحت ترم بشه اومده یه ابتکاری به خرج داده، گفته
احتمال یک منهای احتمال نامطلوب مساوی با پی مطلوب، که از کجا به دست اومده؟ 7 دفتر 7. اینو تقسیم بر کل حالت کنیم همین میشه دیگه. بعد این یک، این 7 با 7 زده شده یک منهای 42، ببخشید 30 49، رسیده به 1949. حالا سوال من اینه چرا ما نرسیدیم به 1949؟ کجای استدلالمون اشتباهه؟ میخواید بهتون وقت بدم؟ نه، چون احتمالاً از اون سوالایی هستش که خیلی خیلی شما رو درگیر میکنه، نزدیک امتحان هستید. دوست ندارم، من یه شاگرد دارم همین نزده داره میرخصه، کافیه این فیلم رو ببینه و بعد، یعنی یه شاگرد دارم اصلا اینقدر رفته تو مفهومی ها، الانم اینو ببینه احتمالاً خیلی میگه چه کجا یا رضایی کجاش، میشه بر من توضیح بدید؟ قضیه اینه، ما این حالت ها رو که افراز کردیم به هر سه در یک روز و حداقل فقط دو نفر در یک روز، اینجا اومدیم چی نوشتیم؟ ترکیب 2 از 7. یعنی شنبه و یک شنبه رو برداشتیم، خب دو تا روز رو برداشتیم، بعد اومدیم اینجا 3 فاکتوری دبدره تقسیم برای 2 فاکتوریل هم گذاشتیم. شما به من بگید آیا شنبه اینجاش خیلی مهمه. ما میگیم توی ریاضی باید هر چی برای خودتون دقیقاً عیناً مفهوم شد. ببینید یه زمان هستش حضرت ابراهیم به خدا عرض کرد که من خدایا به قدرت تو برای زنده کردن مردگان ایمان دارم، اما میخوام به چشم ببینم. ایمان یقین قلبی داشت، میخواست عینی ببینه. تو ریاضیات ما خیلی چیزا به نظرمون میاد تفسیرمون درسته. نگاه کنید، من میگم 2 روز این 7 روز رو میداریم اینجا انتخاب میکنیم، بعدا اینم به خاطر اینکه مثلا شنبه و یک شنبه رو انتخاب کردیم، 2 تا شنبه یه شنبه، این شنبه ها جا به جا بشه فرقی نمی کنه، 3 فاکتوریل برای 3 جایگشتی که وجود داره تقسیم برای 2. کجا داره سفصد؟ یعنی برامون عیناً دیدنی نیست، تردید داریم. اللحاظ منطقی به نظرمون درست میاد، پس چرا درست در نیامده؟ ریاضی اینجوریه، این فرموله ترکیب 2 از 7 میگه 2 روز از این 7 روز رو انتخاب کن، اما نمیگه که چجوری بچین اینجا. میگه خود 3 فاکتوریل داره میگه، شنبه و یک شنبه رو انتخاب میکنم من. خب شنبه 2 تاست، یک شنبه 1ه، فرق میکنه. میتونه یک شنبه 2 تا باشه، شنبه 1 باشه. ترکیب میگه 2 تا رو از 7 تا انتخاب کن، اما نمیگه از کدومش چند تا به کار گرفته بشه تو این فرمول، تو اینجا قرار بگیره. 3 فاکتوریل تقسیم برای 2 فاکتوریل میگه اگر 3 جایگشت داشته باشیم 2 تا تکراری. بنابراین اینو باید چجوری حل کنیم؟ میگیم برای هر 2 تایی که در نظر بگیریم، مثلا شنبه و یک شنبه، 2 تا صورت وجود داره، 2 تا شنبه، یه شنبه، یا 2 تا یه شنبه، یه شنبه. پس این عددی که به دست میاد و 1 ضرب 2 اگر کنیم، یعنی 63 ضرب 2 بشه، حل. نگاه کنید، 7 به علاوه 2 3 تا 6 تا 126 133 تقسیم بر 7 ضرب 7 ضرب 7 به 7 ساده کنید، 1949. یه چیز دیگه آقای رضا، این خیلی پیچیده شد، میشه یه خورده راحت تر بگید؟ این برای اونایی که خواستن خیلی خیلی بدونن حتی از فرموله. پس راه حل کتاب این بود که اومد تعداد نامطلوب رو حساب کرد، یعنی اگر هر کدوم از اینا در روز دیگری غیر از
دیگری متولد بشن چند تاست؟ تقسیم بر کل شد 1949. یه جور دیگه هم میتونیم بگیم، باز دوره همونه، اما هر سه در یک روز. این که 7 بود، برامونم روشنه، روی این حرفی نداریم. فقط 2 نفر در یک روز، فقط 2 نفر در یک روز میتونیم اینجوری در نظر بگیریم. مثلا این هر 2 شنبه است، درست؟ اینم باز هر 2 شنبه است، درست؟ اینم باز هر 2 شنبه است، درست؟ یعنی برای شنبه فقط یعنی فقط 2 نفر شنبه چند تا حالته؟ این حسنه، این حسینه، این علیه. 3 تا دیگه؟ برای 1 شنبهش، برای 2 شنبهش، 7 ضرب 3، 21. پس چرا اینجا 21 در میاد؟ اینجا داره کجا اشتباه میکنیم؟ ببینید یه بار دیگه اینو من بگم. مثلا داره برای روز شنبه رو حساب میکنیم، بعدن دفتر 7 میکنیم. ببینید برای روز شنبه، مثلا بگیم حسن و حسین، هر دو روز شنبه، حسین و علی، این حالت دوم، و اینجا حسنی، حسن و علی هم حالت سوم. برای روز شنبه غیر از این 3 تا حالت، حالت دیگه ای داریم؟ 7 روز هفته هم داریم، 7 ضرب 3، 21. فقط 2 نفر در یک روز. کجا داره اشتباه میگیم؟ اصلا داره اشتباه میگیم یا نمیگیم؟ بیست و یکه به علاوه 7، 28، تعداد حالتهایی که ما میگیم مطلوب. حداقل 2 نفر در یک روز. چرا نمیشه 28؟ تقسیم بر 7 ضرب 7 ضرب 7 مساوی 1949. این در میاد چند؟ 4.49. کجاشو داره اشتباه میگیم؟ یه بار دیگه ببینیم، بررسی کنیم. ما میگیم بیایم برای روز شنبه در نظر بگیریم، هر کدوم از اینا هم نماد یه نفره، حسن، حسین، علی. میگیم برای روز شنبه ممکنه برای حسن پر باشه و حسین پر، یعنی هر 2 شنبه حسن و علی، حسین و علی. اگه گفتی کجا داره سفسطه میکنی؟ بله، همین ردیف حسن حسین که میگیم شنبه، علی 7 حالت داره، که نه 7 حالت، چون توی 7مین حالت رو حساب کردیم دیگه، شنبه نه 6 تا. پس این عددی که به دست آوردیم گفتیم چند؟ 3 ضرب 7 کردیم 7. یه دونه ضرب 6 که کنیم برای 6 تا حالتی که هر کدوم دارن، میرسیم به همون 126 که با 7 میشه 133 و ادامه ماجرا. متشکرم، ادامه میدیم در فیلم های بعدی بخش های دیگه آزمون رو. متشکرم.